و این بار سری خواهیم زد به سوئد در استکهلم و با یکی از چهره های همیشه آشنا از شخصیت های هنری و از هنرمندان نامی و مردمی، اسفندیار منفردزاده. بله، خطباز اسفندیار منفردزاده، با درود و ضمن تبریک سال نو خوش آمدید به برنامه رهای زن. اسفندیار منفردزاده بسیاری با این چهره آشنا هستند و دوستدارانتون، علاقمندانتون، علاقمندان به کارهای شما و هنرمندان و دیگر کسانی که در حال حاضر دارن این صدا تصویر رو میبینن، شاد باشه نوروزیتون رو با دیگر عزیزان بیننده ما سهیم بشید. بفرمایید. باشه، تو برای همه بگم من دوباره بهار، بیچاره بهار که خسته نمیشه، یادش نمیره، هر ساله میاد. وای به حال من و امثال من و روزگار ما که پیامش رو نمیگیریم، میگیریم اما به کار نمیگیریم. بچه که بودم پیامش برام بوی کفش نو، بوی توپ نو، بوی لباس نو، کلاه نو، بوی پول نو بود. اما کجا رفتیم ما، اونا که با هم یاد گرفته بودیم که پیام بهار پیش از این چیزا بیشتر از اینه، یعنی پیامش نوروزه. کاشکی نوروز بود، کاشکی پیام بهار نوروز به کار گرفته میشد، روز نو میشد. راستی اگه نوروز همون خونه تکونی و نو شدن همه چیزای کهنه بود، خب این چه ارزشی میتونست داشته باشه که این همه بهش ما ببالیم. هر چیز کهنه و از کار افتاده یه روز هر کی بتونه، هر زمان که بتونه، خب نوش میکنه و برای این کار نیاز به پیامی نداره دیگه. اگر پیامی ارزشمند در نوروز هست که بعد از بهار همیشه بهار نوید این رو میده، این پیام ارزشمند بهار هر دم نو شدن اندیشه است، هر دم نو شدن اندیشه است که اسمش نوروزه و ما آسون از کنارش گذشتیم. روز ما نو نمیشه هیچ وقت و چون تنها با خردورزی میشه بهش رسید، تنها به خردورزی میشه به نو اندیشگی رسید. حالا سوال اینجاست، آیا بدون ترک روال روزانه 17 بار خرافه پرستی و خرد ستیزی میتونیم ما خردورزی رو بر خرافه پرستی غالب کنیم تا خودش میزان همه سال نو شدن و به روز شدن و به نوروز رسیدن ما باشه؟ نه، من این خام خیالی رو ندارم. آمیزش خرد به نظر من با خرافه ناشدنی است. این ازدواج ناهمگونه، ممکن نیست. این ناهمسویی به سود یکی از این دو ناگزیره که تموم بشه. نمیشه هر زمان پیوسته نو شد، یعنی نو اندیشگی داشت و همزمان دوچار باورهای آسمانی و سر به هوا هم زندگی کرد. تا گزینش شما بزرگانی که میشنوید چی باشه؟ بهار نوروز و نوید میده اما درنگ نمی کنه، منتظر نمیشه. پس بهارتون همراه نوروز، نوروز باد. من اسفندیار، یار شما بهار شیدایان، امیدوارم که جسارت و گستاخی نبوده باشه. روزتون تا نو نشه چیزی تغییر نمی کنه. با سپاس فراوان از اسفندیار منفردزاده که در این لحظات شاد باشه نوروزیتون رو با دیگر عزیزان بیننده ما سهیم شدید. نوروزتون پیروز.